با عرض سلام و تقدیم ارادت حضور شما بینندگان ارجمند، ساعت به وقت محلی غرب آمریکا 11:50 قبل از ظهر است. این برنامه به صورت زنده و مستقیم در این ساعت پخش میشه. امروز 4 ماه سپتامبر 2018 و در بخش دوم برنامه هستیم. می‌پردازیم به تشریح آیه مختصری از آیه 124 از سوره ششم قرآن که در جلسه قبل به تفصیل تشریح شد. در این نشست خلاصه ای از اون رو بازگو می‌کنیم و مطلب رو در اتصال به اون در آیه های بعدی ادامه می دهیم. در آیه 124 می گوید که چون آیه برایشان بیاید می گویند هرگز ایمان نمی آوریم تا نظیر آنچه به فرستادگان خدا داده شده است به ما نیز داده بشود. و خدا بهتر می داند رسالتش را کجا قرار دهد و چگونه رسالت را برگزیند و مبعوث کند. و به زودی کسانی که مرتکب گناه شدند به سزای آن که نیرنگ می کردند در پیشگاه خدا خاری و شکنجه سخت خواهند دید. در این آیه قرآن، آیه 124 از سوره ششم، تنبیه شخص برای این نیست که ایمان نمی آورد، یعنی داشتن عقیده و به طور کلی تنبیه عقیدتی در قرآن وجود ندارد. خب حال ما دیدیم که در مواردی که شخص به جنگ میدانی به هجوم و حمله می پردازد قرآن تکلیف مدافع رو معین می کند که چگونه باید در مقابل اینها دفاع کنید، چگونه باید در مقابل اینها دفاع کنید و بعد اینها رو احراز هویت می کند که این کسانی که به تو حمله کردند انگیزه تجاوز و تهاجم اونها به علت داشتن عقایدی است که در اون عقاید این تضاد منافع با شما پیش می آید. در واقع تحلیل و علت یابی هجوم و حمله و تجاوزی یک افراد یک عده‌ای به شما، قرآن هویت اونها رو فاش می کند، بیان می کند، تعلیم می دهد و ضمناً توضیح می‌دهد که این فرقه یا این فکر یا این ایدئولوژی که به شما حمله کرده، به شما هجوم برده، به واسطه این است که در این موارد با شما تضاد منافع داره. یعنی به این خاطر نیست که اصلاً به هیچ عنوان جنگ به عقیده اونها ارتباط داشته باشه. اگر عقیده اونها در قوه باقی بمانه و به فعلیت نرسه، قرآن هیچ نوع تنبیهی برای کسی نداره که عقیده او در فعلیت باشه. اما اگر بر اساس اون عقیده شخص فعلیتی انجام داد که فعلیت او جنایت می بود، اون وقت قرآن این جنایتکار رو در عقیده معرفی میکنه که علت وقوع این جنایت داشتن این عقیده بوده که شما با تئوری و با عمل اون عقیده فکری آشنا بشید. در طول تاریخ گذشته همین موضوع ساده ای رو که برای شما تشریح کردم به این ترتیب بیان کردند که کفار از نظر اسلام باید مورد تجاوز قرار بگیرند یا مورد تنفر قرار بگیرند یا مورد شکنجه قرار بگیرند یا بکشند اونها رو. و آیه های رو هم از قرآن شاهد می آورند که کاملا با این موضوع بی ارتباط است.
یعنی آیه‌ای که به شما گفته در میدان جنگ از خودتون و حیثیتتون در مقابل هر کی به شما حمله میکنه. تو مسلمان میگه آقا من موحدم ولی به شما حمله کردم، و موحد باش. دروغ میگویی، منافق هستی، موحد نیستی، ولی به فرض محال هم که موحد بودی، موحد بودن به شما جواز میده که بیای منو بکشی، به خانه من تجاوز کنی، به زن و بچه من تجاوز کنی، موحد هستی. تفاوتی نمی کند. اما قرآن در واقع تعریف می کند اینها رو، شناسایی می کند اینها رو، پرده بر می دارد از بازتاب عقیده اونها در عمل اونها. اما اون چیزی که در ترازوی قرآنی اندازه گیری می شود و نسبت به او حکم داده می شود، عمل شخص است که منطقا هر عملی در زیربنای یک عقیده و فکری بر اون استواره. قرآن هم عمل رو به شما توضیح میده که میبینید به چشم خودتون که تهاجم است، و مبنا و محرک این عمل رو معرفی میکنه به شما که عقیده اون شخص است. به طور خلاصه اون چی که در اسلام مورد بررسی و قضاوت و مورد تعامل قرار میگیره، عملی است که در مقابل اون عمل دستور عکس العمل داده میشود، نه عقیده. در این آیه که نگاه میکنیم میبینیم که قرآن میگوید که یک سری افرادی هستند در مقابل پیامبر قرار میگیرند و میگویند که ما به این علت این آیات رو قبول نمی کنیم. مثلا بحثی راجع به خوبی و بدی و درستی و منطق و غیر منطق بودن آیات ندارن. میگن ما به این علت این آیات رو نمیپذیریم که شرط پذیرش ما باید رعایت بشه. شرط پذیرش ما هم این هست که خدا همون چیزی رو که به تو داده رسول به من میداد. به بیان دیگه اینها به سیستم رسالت معترض هستند و میگویند ما انحصار رسالت رو قبول نداریم و اعتبار رسالت رو در تعمیم رسالت میبینیم. یعنی چه اشکالی داره که خدا به تو وحی کرده که حالا تو باید به من وحی خدا رو ابلاغ کنی؟ خب خدا به منم وحی میکرد، به دیگری هم وحی میکرد. اصلا چه لزومی داره که خدا به یک نفر وحی کنه که اون به بقیه وحی بکنه، ابلاغ بکنه یا تلاوت بکنه؟ تا اینجا صحبت عقیده است و هر کسی عقیده خودش هم اظهار میکنه و آزاده که اظهار بکنه. اما در قسمت بعدی میگوید اینها دروغ میگویند. اون فریب یک عمل تلقی میشه در این آیه. میگوید که تو اصلا در ذهن چنین چیزی نیست، تو در گفتارت حقیقت نداری، تو الان به این پیامبر و کسانی که این پیامبر رو میشنون، چون فقط یک نفر پیامبر نیست که، بالاخره این پیامبر یه امتی هم داره، تو داری به اینها یک فکری رو القا میکنی که دروغ میگی نسبت به اون. تو در واقع در ذهنت این نیت وجود داره که تخطئه و تحقیر بکنی یک باوری رو، یک عقیده ای رو، یک حرکتی رو. یعنی در واقع این کار تو تعبیر میشه به یک نوع فعلیت. یعنی در واقع اون چیزی که در ذهن توست از قوه به فعل تبدیل شده. چرا؟ یک جنگ روانی رو با مردم شروع کردی به یک امری که دروغ میگویی. یعنی اگر هم خدا میگوید، اگر هم که رسالت عمومی میشد، هرچه به رسول گفته شده بود به این شخص هم گفته میشد، باز همین شخص ایمان نمی آورد. بنابراین شخص در صدد گمراه کردن و فریب مردم است و این فریب دادن مردم است که می گوید دچار شکنجه و عذاب می شود، نداشتن عقیده. این رو خواستم در جلسه قبل هم توضیح داده بودم ولی چون خیلی حساس بود خواستم که در این جلسه هم اشاره کوتاهی به این موضوع کرده باشم. در آیه 125 میگوید پس کسی را که خدا بخواهد هدایت نماید، دلش را به پذیرش اسلام میگشاید، و هر که را بخواهد گمراه کند دلش را سخت تنگ میگرداند، چنان که تو گویی به زحمت در راه آسمان در آسمان میره.
مسیر آزمون اینقدر سر بالا میره، قصد نمیشه. این گونه خدا پلیدی را بر کسانی که ایمان نمی آورند قرار میدهد. در این آیه یک بار در آغاز آیه میگوید اگر خدا بخواهد، و در قسمت دوم باز میگوید اگر خدا بخواهد. اگر خدا بخواهد قلب او را بگشاید، اگر خدا بخواهد دلش را سخت کند، و خدا میخواهد که پلیدی رو بر کسانی که ایمان نمی آورند وارد کند. یعنی به سه فعل خدا در این آیه اشاره می کند که همه اینها بنابرای گفته هایی که قبلا از قرآن استخراج شده با صمدانیت خدا در منافات قرار می گیره، نفی او رو می کنه. وقتی که خدایی که صمد است هر دقیقه یک چیزی بخواهد که قلب من رو باز کنه، گشایش قلبی به من بده، بخواهد که قلب من رو تنگ کنه و سخت کنه، هم تنگ هم سخت، هر دو. هیچ چیز نفهمم، باز خدا یه چیزی خواسته. و بعد خدایی که در واقع پلیدی و نجاست و تعفن در من، چرک و کثافت و تعفن و نجاست در من قرار بده، به خاطر اینکه ایمان نمی آورم. این سه تا فعل دیگه خدا انجام میده. و خدا در بعد زمینی مستقیما، این لغت مستقیما رو از جمله حذف نکنید، همه معنای جمله به هم میخوره، مستقیما فعلی انجام نمیداد، بلکه فعل خدا ایجاد قدره و تقدیر اون قدره. فی کل امر، امور نه امر، همه این هستی، همه این کائنات، همه اون هستی که ما میبینیم و هستی که ما نمیبینیم، هستی ظاهر و هستی باطن، هستی عدمی و هستی عالم مقید و هستی فوق زمان و مکان، هر چه که هستی وجود دارد، همه اینها تابع یک امر کل هستند، نه امور، یک امر واحد کل هستند که اونقدر اون یک قانون، یک ماده قانون بیشتر نیست، اونقدر وسیعه که وجود و حرکت و بقا و فنا و تعامل و تعادل هستی رو با همون یک قانون نگه میداره، و اونو میگه امر کل قرآن. اون رو خداوند قدرهای مختلف رو برای هر ذره معین میکنه و به اون ذره تقدیر میکنه. این یعنی قانون، این یعنی عرش به زبان قرآن، این یعنی نظام خلقت. خدا بعد میگوید که من بالای عرش یه کرسی، کرسی فرماندهی، که من بالای عرش هستم. عرش یعنی نظام هستی، ما تابع نظام هستی هستیم، نظام هستی تابع خداست. بنابراین هر فعلیتی که واقع می شود در عالم هستی که محسوس ما می شود، این فعلیت مستقیما از طرف خدا نیست، چون خدا اگر فعلی انجام بده دیگه صمد نیست، اگه صمد نباشه دیگه احد نیست. یعنی اصل توحید یک بار فرو می ریزه اگر خدا فعلیتی رو به صورت مستقیم انجام بده. فعلیت خدا از طریق تقدیر انجام میشه، از طریق قانون نظام آفرینش انجام میشه، از طریق عرش انجام میشه، از طریق کل امر، امر واحد انجام میشه. و ما با قانون خدا سر و کار داریم، نه با خدا به صورت مستقیم سر و کار ما نداریم. قانون خدا تابع خداست، خدا بازنشسته نیست، البته این قانون تابع خداست، ما تابع قانون هستیم در بعد جبر و اختیار.
یک سری کارهایی هست که ما مجبور هستیم بپذیریم، در اونها مسئول نیستیم. هرچه که ما در علت مجبور باشیم، در معلول مجبور، اون مجبور بودن در علت از ما سلب مسئولیت میکنه. یعنی ما اگر که جبر زده باشیم و بر ما اجبار شده باشه و ما تحت تأثیر به عنوان مثال قهر زلزله باشیم، یک قانونیه، زمین میلرزه، فرض بفرمایید که سقف خانه پایین میاد روی سر همسر من یا خود من، هنوز زندان، هیچ وقت کسی نمیاد منو ببره زندان بگی چرا همسر تو زخمی شده، خدا رو باید ببرن زندان. اینو میگویم جبر، اینو میگویم قهر. هم علت جبریست، هم معلول جبریست، هر دو جبری هستند. در بعضی از موارد میبینید که علت اختیاریست ولی معلول جبره. در تمام مراحل تعامل در هستی همیشه معلول جبره، این رو به خاطر داشته باشه. هیچ وقت نیست که معلول اختیار باشه. مثالی که هزاران بار زده شده، اگر که دو نفر روی بام باشن، یک مرتبه زلزله میاد، یکی از اینها پرت میشه پایین یا باد میاد میفته پایین، این جبر دیگه. با این جبر وارد حوزه مغناطیسی زمین میشه و به زمین اصابت میکنه، چون تابع قانون به اصطلاح سقوط اجسامه که جبره. این شخص از جبر شروع کرده، به جبر هم تمام کرد، یعنی هم علت جبره هم معلول جبره. اما یه وقت میبینید یه کسی به امید اینکه مثلا پرش کنه، ورزش کنه، از این کارها بکنه، میپره پایین، این الان با اختیار این کارو کرده که بس علت در مورد این اختیاره. او هم مثل همون آدم قبلی با همون قانون جبر به زمین اصابت میکنه. این است که عرض میکنم در همه موارد معلول مجبوره، ولی علت میتواند که اختیار باشد، میتواند جبر باشد. هر کجای قرآن که صحبت خواستن و صحبت مشیه، قرآن از همین کلمه مش به معنای روش و راه رفتن و شیوه در مورد خدا صحبت میکنه، که اگر شیوه خدا چنین باشد، اگر شیوه خدا چنان باشد، فارسی ترجمه میشه که برای آدم های معمولی عیب نداره اینجوری ترجمه بشه، که اگر خدا بخواهد. خدا نه آرزوی داره، نه خواستی داره، نه خودش کاری میکنه، یک وجود لایزالیست که برای ما شناخته شده نیست. ما او رو به عنوان مؤثر قبول داریم چون اثرش رو میبینیم و همه چیز، همه رابطه‌ای که ما با خدا داریم، رابطه‌ای است که ما با آثار خدا داریم، با اثرهای خدا داریم و اثرهای خدا با خدا رابطه دارند و تابع قانون او هستند. پس در اینجا به ترجمه به این صورت در میاد که اگر قانون خدا شامل شود، یک فرد دلش برای پذیرش خدا باز می شود، برای خدا جا باز می کند و در دل خودش، وقتی که دل انسان باز می شه، باز شدن یعنی که قابل ورود شدن، یعنی آینه شدن، یعنی آب شفاف شدن، وقتی به درون دل خودش نگاه می کنه، در اون آینه صد گونه تماشا میکرد، در اون آینه خدا رو میبینه و این جهان هستی در واقع عکس خداست در آینه وجود، اون رو میبینه و میفهمه. حالا چه وقتی ما شایسته این کار میشیم؟ اونها رو در قرآن تعریف میکنه که تو اگر این کار 1, 2, 3, 4, 5 رو انجام بدی، قلبت باز میشه. اونها قانون خدا هستند. اون قانون رو کی آفریده؟ خدا. بنابراین
در اصطلاح و انشای قرآن اگر خدا بخواهد، یعنی اگر خدا از طریق قانون خدا بخواهد، حتما قانون خدا میخواسته که اینطور وضع کرده، ولی ما تحت هیچ عنوان خارج از قانون، از بالای قانون با خدا در ارتباط نیستیم، برای اینکه ما خودمون قانون هستیم. این عالم هستی مجموعه مقادیر هستند، مجموعه این قدرها هستند و هر قدر یک قانونه یا مجموعه یک سری قانونه. خود ما قانون هستیم، ما تریلیون تریلیون قانون در وجود خودمون داریم، برای هر سلولی که در ما زندگی میکنه، هر اتمی که در ما زندگی میکنه یک قانون خاص خودش رو داره. بنابراین خود ما قانون هستیم و در دل قانون زندگی میکنیم و مشمول قانون هستیم و در واقع مقدور قانون هستیم و در بعضی از موارد که مختار هستیم اون اختیار ما هم تابع قانون. پس اگر قانون خدا شامل شود، دلش رو برای پذیرش اسلام می گشاید. خب باید بگردیم دنبال اون قانون که چه قانونی است که اگر اون قانون به من شامل شود قلب من باز می شود. اون شرایط رو وقتی پیدا کنیم، هر کسی اون شرایط رو پیدا کنه و مطابق اون شرایط با اون شرایط تطبیق کنه، نتیجه اون قانون این هست که قلبش باز میشه و میپذیره که اسلام رو قبول کنه. اسلام به معنای تسلیم شدن به امر خداست و هر کرا بخواهد گمراه میکند. یعنی اگر قانون گمراه کردن خدا شامل حال ما بشود، هر کرا یعنی هر کسی که خودش مشمول اون قانون بشه، اون رو هم باز باید مطالعه کرد که چه کارهایی ما انجام میدیم که باعث سبب علت گمراهی ما میشه. چه وسائلی رو فراهم میکنیم، چه اسبابی رو فراهم میکنیم که اسباب علی در واقع به وجود میاریم که اون قانون گمراهی شامل حال ما میشه. در مقابل اینکه صدر یا قلب یا سر یا ذهن یا اندیشه یا معرفت انسان رو گشایش میده خدا، شرح کردن یعنی باز کردن و مشخص کردن، هم باز میشه و هم اجزا و ذرات شناخته میشه، تشریح میشه دیگه، شرحه میشه به قول مولوی. و توی هر شرحه‌ای، توی هر جزئی کاملا مطالعه میشه در این نگرش تحلیلی و بعد دو مرتبه ترکیب میشه و تبدیل میشه به جسم مرکبی که این بار ما با ذراتش آشنا هستیم. چرا؟ چون او رو تشریح کردیم، باز کردیم، جز به جز او رو دیدیم، حالا برگشته به کل خودش، اما ما نسبت بهش معرفت داریم. یکی به شرح اشاره میکنه که باز شدن هست به نحوی که عرض کردم، و یکی به ضیق و تنگی و همینطور به سختی. اون هم نرمش داره، هم بازه، این نرمش نداره، بسیار سخته و بسیار تنگه و کور، اصلا هیچ چیز ازش رد نمیشه، هیچ حقیقتی ازش رد نمیشه، سنگ دیگه، هیچ چیزی ازش عبور نمیکنه. یک چیز بسیار بسیار اندکی از درون بعضی از شیارهایی که در سنگ هست یک چیزای عبور میکنه، خیلی مختصر، ولی نگفته مسدوده، گفته هم سنگ هم محدوده، مسدود نیست. اگه مسدود بود که پایان کار میشد، ولی محدوده، خیلی تنگه. و بعد هم سنگ قدرت باز شدن نداره، نرمش نداره سنگ، مثل آب نیست که بتونه باز بشه،
شکل مختلف به خودش بگیره. سنگ دیگه، خدا میگه من این سنگ رو درست میکنم. یعنی چه میکنه خدا؟ باز فعلیت مستقیم میکنه یا در واقع سبب سازی میکنه، یا به بیان دیگه قانون خدا بر این کار تعلق میگیره. و بعد میگوید که این کسانی که قانون گمراهی رو برای خودشون میخرند و بر خودشون استوار و شامل میکنند، اینها در اثر این تنگی و سختی قلب دچار ناکامی و ناتوانی میشوند، مثل آدم ناتوانی که در یک سربالایی بسیار تندی تا ابد باید راه بره. آسمان اونورش که معلوم نیست کجاست، که فقط سربالاییش معلومه. لازم هم نیست به اون طرف برسه، چهار تا قدم که برداره سکته قلبی میکنه، میفته پایین. و میگوید این قلب سنگ در ارتباط با هدایت همون فاصله ای رو داره که یک آدمی که سنگ شده قلبش و نفس نمیتونه بکشه بهش میگن از این کوه هم بالا برو، کوهی که اون طرف آسمان قله هاش. و به این ترتیب میگوید که خدا در واقع پلیدی و زشتی رو روی این آدم استوار میکنه. باز چه کسی این کار میکنه؟ قانون گمراهی. آدم اگر شرایطی پیش بیاره که قانون گمراهی بر او شامل بشه و او تحت تأثیر اون قانون قرار بگیره، مجبور به جبر اون قانون بشه، به بیان دیگه در گمراه شدن خلیدی و زشتی به وجود میاد. اون چیزی که ما اینجا یاد میگیریم برای اولین بار این است که یکی از مشخصات گمراه شدن پلید شدنه. این موضوع بسیار مهمه که اصلا باید یادداشت کرد این آیه و این استنتاجی رو که قرآن از این مطلب میکنه، که آدم هایی که گمراه هستند، آدم هایی که از راه فرو افتادند، این گمراهی و بی هدفی اونها و این سرگردانی اونها اگر فقط به خودشون مربوط بود خب گمراه باشه نباشه، اصلا هر چی میخواد باشه، به من چه مربوطه؟ باز برمیگردیم به داشتن عقیده. ولی قرآن میگه وقتی که این گمراه میشه، قانون گمراهی شامل هر کسی که شد، یک قانون هم پشت اون قانونه، قانون پلید کردن وسط میاد. میگن که سه تا برادر هستن که نهایتا جان آدم رو میگیرن، یکی قنده، یکی کلسترول و یکی فشار خون، که اینها هر کدامشون، این سه تا برادر هستن، هر کدامشون هر جا برن تلفن رو برمی‌دارن، دوستانشون هم صدا میکنن. مثلا وقتی کسی بیماری قند پیدا میکنه، دیابت پیدا میکنه، به محض اینکه دیابت میره اونجا و جاش رو آماده و درست میکنه، تلفن میکنه به یه برادرش به نام آقای کلسترول یا خانم کلسترول، میگه شما بیا اینجا، بساط پهنه دیگه، ما میتونیم اینجا به اقامت بکنیم. اونم که بیاد، اون یکیشون فشار خون صداش میکنه و میگه تو هم بیا دور هم باشیم. اینا ستاییشون هر جایی که برن اون شخص رو به گورستان میبرن. یه خورده همه البته به گورستان میره، ولی اونها یه کمی سرعتشون زیادتره. و این رو من روی تجربه عملی شخصی خودم میگم. کسانی که گمراه میشن، یک برادری داره گمراهی به نام کثافت، به نام خباثت، به نام جنایت، به نام پلیدی، به نام زشتی. یه برادر این خاصیت ها رو داره، چند تا برادرن، اینا یکی یکی داخل میشن. چیزی که قرآن منع میکنه، اگر علت نداشته باشه، قرآن اصلا بدی و خوبی با کسی نداره، میگه میخوام من گمراه باشم، خیلی خوب باش، انقدر گمراه باش از این بیشتر. میگه این وقتی گمراهه، گمراهی این با پلیدی سر و کار داره، با نجاست سر و کار داره، با خطر غیر اخلاقی سر و کار داره، با فرو ریختن ارزش ها و اخلاق سر و کار داره،
رجس که در این آیه آمده همین معنی انحراف رو میده، پلیدی و تباهی معنی میده. حالا اسمش رو میذارن نجس یا نجاست یا هر چیز دیگه، ولی در واقع همون هم هست. یعنی کسی که گمراهه، چی رو گم کرده؟ آدرس منزلشون رو؟ نه، ارزش ها رو گم کرده. فکر میکنه زنا کار خوبیه، فکر میکنه دزدی کار خوبیه، فکر میکنه دروغ گفتن کار خوبیه، فکر میکنه و همون کار رو هم انجام میده. یک وقتی زمان جوانیم، سالها پیش، ما در یک دفتر وکالتی با یک آقای همکاری میکردیم. اون وکیل همین امور امیگریشن و این حرفا بود و پدرش در یک زمانی رئیس اداره امیگریشن این جنوب کالیفرنیا بود. میگه پدرم برای من میگه یک قومی هستند، حالا اسم می آورد، من تو تلویزیون نمیتوانم که این کارو بکنم، به خصوص با این فیسبوکی که تمام مدت همه کارشون رو گذاشتن مراقب ما هستن که ببینن کوچکترین اشتباهی که میکنیم قطعش کنن. دیروز هم دو سه مرتبه این کاری کردن. میگفت که یک ملتی هستند، یک قومی هستند که اینها تصور میکنن که دروغ دارای فایده است. خیلی مهمه ها. یعنی شما هر تعلیمی به اینها بدید مقاومت میکنن، چون در جبلیت اینها فرو رفته که دروغ مفیده. حالا ممکنه الان فایدهش در نیاد، 10 سال دیگه فایدهش بهت میرسه. دروغ چیز خوبیه، فایده داره، به اینا یاد دادن. ازش میپرسن حالا میخوان گرین کارتشو بهش بدن بره مثلا راحته، میپرسن خب مثلا آقای فلان شما چند تا بچه دارید؟ 2 تا بچه داره، میگه 3 تا. از اون یکی میپرسن 3 تا بچه داره، میگه 2 تا. اصلا موضوع کم و زیادی هم نیست، فکر میکنن. یعنی این شوخی و اینها نیستن، جوک نمیگم من، واقعا یک عده‌ای فکر میکنن که دروغ گفتن منافعی با خودش میاره. خلید بودن با خودش یک عوارضی همراه میاره. یعنی آدمی که پلید هست، آدمی که گمراه هست، فکر میکنه که مبارزه با موازین اخلاقی، مبارزه با مبانی اخلاق سودمنده. اون آدمی که ظلم میکنه با بقیه کاری نداره، ما با خودش فکر میکنه که این ظلمی که به دیگران میکنه برای من سودآوره. من وقتی دیکتاتوری میکنم فکر میکنم که دیکتاتوری برای همه دنیا بده، غیر از من، برای من خوبه. اونجاست که ما مرتکب خیانت و جنایت هم به مردم میشیم هم به خودمون. شما ببینید یک کسی که دیکتاتوره، 10,000 نفر ما در حال حاضر دیکتاتور داریم روی این کره زمین که 10,000 نفر رو استخدام کرده که زندانبان او باشند و او تصور میکنه که اینها زندانبان های ملت هستند. این موضوع گمراهی. کسی که الان گمراه دیگه، میگن آقا شما کجا نشستی؟ میگه من بیرون زندان نشستم. مشکل هست که ما به یک آدمی که میره به باغ وحش، و چند وقت پیش گفته بودن که در یک باغ وحشی یک کسی رفته بوده و خوراک داده بوده به این میمون هایی که توی قفس هستن، بعد با چوب زده بوده به چشم میمونه، کور شده بود. خب این الان شما با تمام موازین و ترازوهای اخلاقی و غیر اخلاقی دنیا این اندازه بگیرید، این در قفس خودش، این یک حیوان شروری است، نه وحشی، شرور. یک حیوان شروری است که در داخل قفس هست در باغ وحش و فکر میکنی که اون میمونه در باغ وحشه، در حالی که اون میمونه آزاده، تو در باغ وحش هستی. آدم گمراه، میوه های این درخت گمراهی مثلا یکیش استبداده. اون کسی که مستبده، زندانبان ها رو اسمش رو عوض کردن براش. همیشه یه عده آدم کلاهبردار و دزدم هستن دیگه، میگن قربان اینا خادم شما هستن، اینا نگهبان شما هستن، اینا
فدایی شما هستم، اینا قراول شما هستم. اونم خوشحال میشه، در صورتی که اینطور نیست، زندانبان های او هستن، او در زندانه، این هم زندانبان هاش هستن که کسی به ملاقاتش نیاد، کسی مزاحمش نشه. یعنی تو زندان انفرادی نگهش داشتن، 10,000 نفر هم مراقبن که تو این زندان انفرادی کسی به این اذیت نکنه. چرا اینجور شده؟ چرا اینجور شده؟ برای اینکه گمراه شده و فکر میکنه که استبداد برای اون منفعت به بار میاره. اگر که آدم قبول بکنه و واقعا معتقد باشه که استبداد مضر به حال اوست، خب رها میکنه میره. این که ما رها نمیکنیم به خاطر اینکه ما مطمئن هستیم که استبداد فایده داره. ما همه مسابقه میدیم ببینیم کی زودتر روی کرسی استبداد میتونه جا بگیره، بقیه رو بکشه، بیرون کنه یا خلع سلاح کنه یا هر کاری بکنه. و الا یک وقتی همین شخصی که حالا 10,000 نفر زندانبان یا زندانبان مردم هستن، مردم رو تو زندان انداخته، اینا هم زندانبان های مردم هستن، یا خودش تو زندانه، اینا زندانبان های او هستن، فرقی هم نمی کنه. الان بحث اینجاست که الان تو باغ وحش که میرین کجا قفسه، کجا پارکه؟ من فکر میکنم که قفس و پارک رو ساختمانش توجیه نمیکنه، بلکه سرنشینانش توجیه میکنن. کسانی که در اون باغ وحش هستن، اون وقتی که اگه آدم باشه بره توی اون قفس، که اون قفس نیست دیگه، بره زندگیش رو میکنه، ممکنه خانهش باشه. رفتار آدم هست که نشان میده که این در پارک زندگی میکنه، باغ وحش‌ها رو تو پارک درست میکنن دیگه معمولا، یا اینکه توی قفس زندگی میکنه. قفس خودش قفس نیست، ما قفس رو توجیه میکنیم، ما قفس رو معنی میکنیم که قفس چی هست. فساد نتیجه گمراهی است، یعنی گمراهی اختیاری است. ما یه کارایی میکنیم هدایت میشیم، یه کارایی میکنیم گمراه میشیم، این تا اینجاش اختیاری است. ولی جبری که از این حاصل میشه، جبر معلولش دست ما نیست دیگه، قهریست. یعنی ما هر وقتی که کاری کردیم که گمراه میشیم، نتیجه گمراه شدن چه به جبر باشه چه به اختیار، نتیجهش این است که ما فساد گریبانگیرمون میشه و در فساد غوطه‌ور میشه. و این بیانیست که در آیه 125 گفته شده است. در آیه 126 مطلب به این ترتیب آغاز می شود، ما اگر که فرصتی هم داشته باشیم در اینجا ببینیم. یک ایمیل دیدم من، این در فیسبوک یک نامه دیدم از یک بینندهی که گفته بودن که هیچ کس شما رو نگاه نمی کنه و خوشحال باشید که بیننده شما فقط خودت هستی و خودت برای خودت صحبت میکنی. خیلی از اظهار محبتشون ممنون هستم که این اظهار نظر رو کردن و اینها. فقط خواستم عرض کنم که ما کمبود بیننده نداریم. خانم بهار افغان، سلام و خسته نباشید استاد بزرگوار و بقیه لطف که کردن، خدا رو شکر کردن و از اینکه در محفل قرآنی حضور دارن خوشحال هستن. خانم آقاسی هستن، جناب احمدی هستند و استاد و محقق برجسته آقای مهدی عبدهی هستند که سلام و رحمت حق بر آن استاد توانمند در شرح و بیان قرآن کریم و بر همه دوستداران کلام خدا بود. باید بگویم اشتیاقی که
به دیدار قرآن دارد دل من، تنها دل من داند و حق داند و استاد من. انشاءالله که خدا به شما آقای عبدهی طول و عمر بده و به عنوان برکت این برنامه سالهای سال باشید و ما هم در ظل دعاهای شما و توجهات شما و حمایتهای شما انجام وظیفه بپردازیم. جناب علی راشد دوست دیگر ما اظهار محبت کردن و سلام فرستادن. دوست دیگر ما از آن سوی دنیا آقای یما سهیم، یکی از لطیفترین احساسات بشر دوستانه ای که من در همه عمرم تجربه کردم، که این مردی که دو فرزند نوجوان داره یا جوان داره، یکیش نوجوانه یکیش جوانه و بالاخره سنی ازش گذشته، در مقابل این حوادث نامطلوب دنیا گریه میکنه و با وجودی که بیشتر وقتش و بیشتر عمرش رو در کارهای خیریه میگذراند، گاهگاهی به من تلفن میکند و میگوید که من در مقابل این همه نیاز و این همه ناتوانی خودم کم کم مبتلای به افسردگی روانی دائم دارم میشم و دارم بیمار میشم، یا افسردگی رو اینجا دیپرشن میگن بهش، دارم به اون حال میرسم و با این حرف ها و این صحبت ها اینها من رو هم منقلب میکنه که ما ها میتونیم همدیگر رو چارج کنیم، ما میتونیم که همدیگر رو سنسیتیو و حساس بکنیم در مقابل حوادثی که در اطراف ما میگذره. ما میتوانیم که چشم هم باشیم و اگر من جایی رو نمیبینم شما چشم من باشید و اون دورها رو که میبینید به چشم من منتقل کنید و صحبت و معارفه ای که قرآن، این کتاب عجیب که در معارفه تأکید میکند، ما در معارفه نیروی متقابل به هم میدیم و کسانی که قلبشون باز هست، مفتوح شده و وسعت پیدا کرده و اینها پذیرای حقایق هستند، کم کم در لطافت، به لطافت خدا میرسن، به لطافت خالقشون میرسن. که من تا چندین سال پیش نمیفهمیدم لطافت یعنی چی، معنی لطیف و اینها رو بلد بودم از قدیما، معانی مختلفش و حالات مختلفشون اینها رو بلد بودم، ولی بلد نبودم تا اینکه وقتی که لطافت رو در دیگران دیدم و لیاقت پیدا کردم که درک لطافت در دیگران بکنم، اون وقت معنیش رو فهمیدم. و این آقای یما سهیم یکی از اون افرادی است که احساسات او و عواطف او و همبستگی او به نوع بشر بسیار لطیف است. از دور به شما سلام میکنم آقای سهیم و عرض ادب و تقدیم احترام میکنم. دوست ارجمند ما در این بینندهی بود که آقای یما سهیم نوشتند که very meaningful show thanks. آقای خانم بهار، آقای باقر پناهی مرقوم فرمودن کسی نیست دکتر جون که شما را نگاه کند. بسیار خوب، بسیار خوب. جناب احمدی اظهار محبت کردند، جناب سروری، سرکار خانم فرح امین،
سلام و درود حق بر شما برادر مهربان و تمام عزیزان در این راه مقدس. اشرف تهرانی، سرکار خانم اشرف تهرانی، سلام و خسته نباشید برادر بزرگوار. به امید روزی که همه مردم احادیث و خرافات را کنار گذاشته و راه صحیح که همان راه خداست را پیدا کنیم، آرزوی سلامتی و موفقیت برای شما و همه همکاران گرامیتان از خداوند خواهانم. سرکار حفیظ اظهار محبت فرمودن، رؤوفی عزیز و بهار افغان نوشتند که استاد به جواب همین بیننده که گفته شما بیننده نداری، باید گفت که این انقلابی که شما در قلب‌های روشن انداخته اید یک روز به انقلاب کلان دوستان دری زبان ما کلمه عربی عظیم رو که ما در فارسی ایرانی مصطلحاً استفاده می‌کنیم استفاده نمی‌کنم، کمتر استفاده می‌کنم و به جای عظیم از واژه کلان استفاده می‌کنم. روزی به یک انقلاب کلان تبدیل می‌شود و به گفته حافظ بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. این را شما امروز در عمل پیاده کردید. من سپاسگزاری میکنم از محبت شما. استاد مهدی ابتهی درباره واژه صدر در قرآن اشاره کردن به آیات قرآن و توضیح دادند که در آیات دیگر هم لیست طولانی از آیات مختلف رو که تقریبا تمام معانی و مفاهیم مختلف هم ردیف این واژه به شناخت، معرفت و هدایت ختم میشه. و از همه دوستان من دعوت میکنم، مطمئن هستم که همه شما مراجعه میکنید و این همه زحمتی رو که این مرد بزرگوار میکشه و این آیاتی رو که یکی یک استخراج میکنه و در کنار هم قرار میده، من جناب ابتهی بدون هیچ نوع شایبه‌ای واقعا این برنامه رو، و اگر که از این برنامه سود معنوی ایجاد میشه، همه رو نتیجه همکاری های زی قیمت حضرت عالی میدانم. توفیق شما رو از خدای بزرگ آرزو میکنم. در آیه 126 یعنی که در معرض دید شما قرار میگیرد، به این ترتیب بیان میکند که و این است این کامپیوتر ما قرار میگیرد به این ترتیب بیان میکند که و این است این کامپیوتر ما سالی دو مرتبه خراب میشه و عرض میکنم که هر دفعه هم 6 ماه طول میکشه تا درست بشه. و هذا و این است صراط راه ربیک رب تو مستقیما که مستقیم است و این است صراط مستقیمی که رب به تو ارائه می کند. قد بی تردید فصلنا
در جزئیات و در تشریح بیان می کند. الآیاتی آیات را لقوم برای مردمانی که یذکرون تذکر پذیر هستند و وقتی که یادآوری میشند یادآور میشند. وقتی که به یاد اونها میآوری این یادآوری تأثیر میکنه در اونها و چیزی رو که در توجهشون نبوده متوجه میشن و به کار میگیرند. نکته ای که در اینجا مهم است این است که در این آیه تعریف صراط رو میکند، معرفی میکند که صراط یعنی چه. صراط منظور راه، منظور جاده است، یا این متشابه قرآنی که راجع به صراط وقتی که صحبت میکنه چی میگه. اون وقت در اینجا میبینیم که صراط مستقیم، که صراط مستقیم شیطان هم ما داریم که مستقیما آدم رو به طرف شیطان میبره، در اینجا راجع به صراط مستقیم رب به ما صحبت میکنه، صراط مستقیمی که ما رو به سوی رب میبره. میگوید اون صراط کاملا در تشریح آیات نشان داده شده. یعنی شما برای اینکه اون راه رو پیدا بکنید، مفهوم اون راه رو باید پیدا بکنید، هدف اون راه رو باید پیدا بکنید، جایگاه اون راه رو باید پیدا بکنید. اینها رو قرآن میگوید که به تفصیل بخش به بخش در جزئیات برای شما معین و مشخص کردم و نشانه ها و علامات اینها رو به شما دادم. اما اینها همه مربوط به کسانی است که تذکر پذیر هستند. تذکر پذیر هستند، این موضوع خیلی مهمه. کسانی هستند که وقتی که یک موضوعی رو یاد اونها میآورید یادشان میآید. و بسیاری از افراد هم هستند که مقاومت میکنند. میگه از این پیچی که شما پیچیدید یک بار دیگر هم، صد بار دیگر هم، عملا واقعا هزار بار دیگر هم به شما گفتم که این پیچ، سرعت نرید توی این پیچ، برای اینکه این پیچ از نظر مهندسی غلط ساخته شده، اتومبیلتون چپ میشه. من یادم هست در شهر تهران در جایی که اداره راهنمایی رانندگی بود، اسکای عوارضی یا نمیدونم اونجا چیزی، همچین چیزی بود به نظرم، بالای اونجا بود، یک جاده در اون وقت یک پیچی داشت که مهندسین شاید نادان اون زمان که روی حسیات خودشون رفته بودن فکر کرده بودن که وقتی که این اتومبیل میخواد به دست، مثلا پیچش به طرف دست چپ میرفت، میخواد به طرف دست چپ بپیچه، امکان داره که این اتومبیل به بیرون بیفته. چون میخواد بپیچه ممکنه پرت بشه بره بیرون. بنابراین این جاده رو شیب داده بودن به طرف خارج پیچ و هر اتومبیلی که از اینجا عبور میکرد کوچکترین سرعتی که پیدا میکرد چپ میشد میافتاد، یک دره ای هم اون طرفش بود میافتاد اونجا. تا بالاخره من تا اونجایی که یادم میاد 10 سال 15 سال طول کشید تا بالاخره مهندسین کشورهای دیگر آوردن و گفتش که شما چرا این جاده رو پیش شیبش رو عوضی درست کردین، این باید از این طرف باشه. چون به چشم ظاهر که نگاه میکنید شما به همون طرفی که پیش میدید همون طرف باید شیب داشته باشه. آدم فکر میکنه که این ماشین که اینجا میپیشه در داخل این پیش میفته پایین، در حالی که گریز از مرکز این رو میبره به بیرون. حالا این قاعده و قانون رو اون مهندس یا معمار یا اسفالت کن یا هر کسی که بوده نمیدانسته، این همه آدم رو به کشتن داده. حالا منظورم به اینه که آدم هایی که از اونجا میخواستن برن، بعضی از اقوام خود ما چون منزل ما شمال اونجا بود و از اون محل من بود میامدن، مرتب سفارش میکردن که اون پیچ فلانجا رو مراقب باشید که چنین چنان نشه و اکثرا هم گوش نمیدادن. کسانی که تذکر پذیر هستند،
اونها در زندگی هدایت میشن. وقتی که میشنوند و عکس العمل نشان میدن و به یادشون میاد. قرآن میگوید که من در مقابل کسانی که تذکار نمیپذیرند، این قاعده و این قانون قرآن که در آیه 125 قانون خدا رو راجع به هدایت تشریح کرد که وقتی هدایت میشن تسلیم میشن چه میشن چه میشن، میگوید این اسمش صراط مستقیمه. دو تا صراط مستقیم داریم، صراط مستقیم شیطان، صراط مستقیم رحمان. یه این صراط مستقیم ربه، صراط مستقیم رحمانه. میگه خیلی خوب، حالا چیکار بکنم؟ میگه این صراط مستقیم صراطی است که به طرف رب میره. میگه چی هست جنسش این؟ میگه این رو ما در آیات خودمون، هم در نشانه های خودمون، هم در آیاتی که آیات قرآن باشه، به تفصیل بیان کردیم، یعنی تشریح کردیم و در جزئیاتش با شما صحبت کردیم. اینقدر مهمه ارتباط و سلوک در صراط مستقیم. ولی میگوید که این تنها وسیله هدایت شماست و این تنها وسیله هدایت، علاوه بر اینکه در آیات دیگه میگوید که این برای این است که شما، برای کسانی است که متقی باشند، در اینجا میگوید کسانی که تذکر میپذیرند. وقتی که ما در قرآن میبینیم که میگوید که هدایت برای متقین است، بعد متقین رو معنی میکند، خب این داره تذکر میده به ما دیگه که متقی کسی است که به غیب ایمان داره، نمیدونم با خدا در کلمات قرآن مثل یک زنجیره‌ای که به دست میگیره متصل معتصم و بالاتر از همه از رزقی که به او داده شده انفاق میکنه، به این پیامبر، به پیامبران گذشته، به قیامت. بقیه آیه همینطور میاد پایین توصیف میکنه و تعریف میکنه، میگوید هیچ کدام اینها به تو اثر نخواهد کرد چون اینها بیدار باشه. اگر تو خواب باشی و بیدار نشی که به دردت نمیخوره، ولی خب امید هست که یه وقتی خواب سنگینت برطرف میشه. ولی اگر بیدار باشی و خودت رو به خریت و به خواب زده باشی و تظاهر به خواب بکنی، یعنی اهل تذکر نیستی. این رو در مورد کتابی میگوید که میگوید این کتاب، قرآن خودش رو میگه، میگه من جز تذکر و تذکار هیچ چیز دیگری نیستم. یعنی میخوای ببینی قرآن چیه؟ قرآن فقط یک چیزه. خود قرآن خودش رو تعریف میکنه، میگه من فقط تذکر هستم. پس کار قرآن یک کار بیشتر نیست، تذکر دادنه، یادآوری کردنه به بیان دیگه. ما مخازن رو خودمون داریم، معادن اینجاست. قرآن فقط این معادن رو به ما نشان میده، چرا قوه روی اینها میندازه، این ذخایر و این گنجینه ها رو به ما نشان میده، این داشته ها رو به ما نشان میده. به اندازه کافی خدا گنجینه در وجود ما نهادینه کرده. قرآن اینها رو نشون میده، چطور؟ یادآور میشه. بنابراین تنها وسیله آموزش قرآن تذکاره، از هیچ وسیله دیگه قرآن نداره. حالا میگه تو اگر تذکار نمیپذیری، اصلا قرآن چه کاریم؟ هیچ کاری قرآن نمیتونه در مورد تو انجام بده چون کار دیگری نداره. مصالح دیگری هم قرآن در اختیار نداره. مصالح قرآن همش تذکاریست، یادآوری میکنه به تو. تمام آیات قرآن از اول تا آخر یادآوری کردنه، رجوع میکنه به اون قرآنی که در بطن انسان پایه‌گذاری شده، رجوع به اون صحبت میکنه. و وقتی که ما پذیرش نمیگیریم، در واقع قرآن برای ما بیفایده خواهد بود. ما دقایق کوتاهی تنفس میگیریم، برمیگردیم به آیه 127 رو در حضور شما آغاز میکنیم. با ما باشید.